کار بازسازی مجموعه تاریخی گودام‌های هرات 70% تکمیل گردیده است. کار مرمت و بازسازی اساسی این گودام‌ها که از سوی شرکت انکشاف ملی افغانستان آغاز گردیده است، مسئولان محلی هرات می‌گویند که تاکنون 70% تکمیل گردیده و به زودی به بهره برداری می‌رسد. از سوی هم اداره اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گوید که قرار است این مجموعه تاریخی بعد از پایان کار به عنوان مرکز تجارتی و سیاحتی من حیث بازار سرپوشیده سنتی برای فروش صنایع دستی استفاده شود. پیشرفت 70% در کار بهسازی و مرمت گودام‌های تاریخی هرات. کار بازسازی گودام‌های تاریخی هرات 2 سال قبل در 4 بلاک شامل خشت بام، خشت فرش و سنان توسط شرکت انکشاف ملی افغانستان آغاز شد. اکنون مسئولان این پروژه میگویند 70% کار آن تکمیل شده و تا 6 ماه دیگر به گونه کامل تکمیل می‌گردد. پروژه در حدود از این ابتدای پروژه عدد 80 میلیون در نظر گرفته شده که 40% از این بودجه از این تا کنون تقریبا به مصرف رسیده و پیشرفت فیزیکی پروژه در حدود 70% می باشه که نظر به مشخصات کاری، ولی حقیقی که اگر ما در نظر بگیریم بیش از 70% کار در این سایه اجرا شده. هزینه بهسازی این مجموعه تاریخی 80 میلیون افغانی گفته می شود که از بودجه دولت پرداخته می شود. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات می گویند قرار است تا از این مجموعه تاریخی بعد از اکمال ترمیم به عنوان مرکز تجارتی و سیاحتی من حیث بازار سرپوشیده سنتی برای فروش صنایع دستی استفاده شود. یکی از پلان ها اینه که به زودترین فرصت ای مجموعه گودام‌های تاریخی شهر قدیم هرات من حیث یک بازارچه سرپوش بازگشایی میشه و در اینجا شما انواع و اقسام صنایع دستی با غرفه‌های کوچک بازگشایی میشه و میتونیم به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری و توریستی در داخل شهر قدیم هرات پذیرای میهمانان خارجی و داخلی در آینده باشه. مجموعه تاریخی گودام‌ها در ساحل 14000 متر مربع در زمان امیر عبدالرحمن خان ساخته شد. ساختمان این گودام‌ها در ساحل شهر قدیم هرات موقعیت دارد، محلی که بنابر روایت‌های تاریخی نزدیک به 100 سال قبل مرکز امور اداری و سیاسی ولایت هرات بوده است. به خاطر از اینکه آبادات تاریخی ما هیچ وقت با هم نمی‌شوره، هیچ وقت اثر تخریب نمیشه، به خاطر از این خیلی با ما هم دارن دیدن میشه، هم از کشور خارج میان دیدن میکنم، خیلی خوب میشه. اگه مثال بازسازی نشه تخریب میشه دیگه. چقدر خوبه که همه آثارهای باستانی ها همه بازسازی شوه و کشور هم آباد میشه، هر کس بیاید چشمش روشن میشه چقدر آبادی شده. ولی به افتخار همه، هم دولت هم از ملت هم همه چیز پیشرفت میکنیم روز به روز. با این حال والی هرات از مبارزه جدی اداره ملی با ساخت و سازهای خودسر در این ولایت به ویژه در ساحات شهر قدیم سخن زد و میگوید که به زودی تمام ساحات غصب شده پس گرفته خواهد شد و بلند منزل های غیرقانونی که در ساحات تاریخی ساخته شدند تخریب خواهند شد. تکلیف همی شاروال مشخص شد که بخیر یک شاروال بیای وضعیت همی شاروالی نرمال شد، باز من میایم سر همی کسایی که اینجا چشمای خود پوت کردن که به پلو باره 5 منزل 6 منزل امار شده و چشما از اینا پوت بوده، هیچ کدوم از اینا ندیدن. به سراغ هر کدوم از اینا میریم. اینا باید کسایی که نمیر جازار داده و چشمای بسته اینا باید محاکم بشن. این بنای تاریخی در محله قطبی چاق، یکی از 4 محل شهر قدیم هرات موقعیت دارد و جزء بافت‌های اصلی شهر هرات است که در حدود 20 جریب زمین را احاطه نموده و در اوایل از آنها جهت نگهداشت آذوقه و سلاح‌های جنگی حکومت استفاده می‌شد.